در آستانه دور جدیدی از مذاکرات احیای برجام و همزمان با شروع نشست فصلی شورای حکام، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگران بی‌نتیجه ماندن مذاکرات با ایران است. هنوز منشأ برخی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مشخص نیست و برخلاف گفته‌های مقامات ایرانی شفاف‌سازی هم در کار نیست. شکست پروژه نمایش قدرت مردم در تصمیم گیری هایشان، انتخابات شوراهای شهر و روستا زیر سایه فساد و بیعملی بیرونق‌تر از همیشه. در برخی روستاها کسی برای ثبت نام نرفته، در برخی شهرها به حد نصاب نرسیده. 100 رهبر قدیمی که از 7 رهبر کنونی قدرتمند جهان خواستند تا نقش پررنگ‌تری برای مقابله با کرونا ایفا کنند. رهبران سابق جهان میگویند نیازهای دنیا با صدقه و خیریه حل نمی‌شود. کشورهای ثروتمند باید دست به جیب شوند تا مشکلات سر خودشان سرریز نشود. داستان زندگی متفاوت دختران محجبه‌ای که راک میزنند و میخوانند، دخترانی که در اندونزی به دنبال راهی برای عبور از این روزهای کرونا زده هستند. خوش آمدید. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی آغاز به کار کرد که مذاکرات احیای برجام بر خروجی آن تأثیر گذاشته بود. با اینکه گزارش دبیرکل آژانس نشان می‌دهد که ایران همچنان در مورد منشأ اورانیوم در 3 سایت هسته‌ای خود پاسخ مناسبی نداده است، اما کشورهای اروپایی عضو برجام نخواستند با بیانیه‌ای این اقدام را دست کم محکوم کنند. نماینده روسیه از پیش گفته بود که این گزارش خوشایند ایران نخواهد بود. هرچه بود و هرچه هست، مذاکرات وین فعلا این شانس را به جمهوری اسلامی داده که از قطعنامه‌های شورا فرار کند. اما به نظر میرسد عمر این شانس آنچنان هم طولانی نباشد، چرا که پرونده ایران در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته، جایی که دبیرکل سازمان درباره نحوه اجرای برجام به اعضا توضیح خواهد داد. نیلوفر پور ابراهیم و جزئیات بیشتر. رافائل گروسی در برابر شورای حکام میگوید که نگران است. نگران از فعالیت‌های هسته‌ای ایران که به گفته او پیشرفته و بلند پروازان است. در این کنفرانس مطبوعاتی، مدیر کل آژانس بارها از اعتماد سخن میگوید. اعتمادی که به باور او عدم همکاری ایران با آژانس به آن ضربه میزند. نمیشه توانای بازرسان برای بازرسی رو محدود و کمتر کنیم و همزمان وانمود کنیم که اعتماد وجود داره. این برای همه واضحه. So this is very clear for everybody. انتقادات تند او به محدود شدن فعالیت‌های راستی آزمایی آژانس در قالب برجام از یک سو و عدم پاسخگویی ایران به سوالات این نهاد بین‌المللی در مورد فعالیت‌های اعلام نشده گذشته است. همه چیز درباره سایت‌های اعلام نشده ایران از اینجا آغاز شد. روزی که نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد آرشیو اسناد فعالیت‌های هسته‌ای ایران را طی عملیاتی از انباری در شوراباد در نزدیکی تهران خارج کرد. بیش از یک سال طول کشید تا آژانس بررسی این اسناد را آغاز و وجود 4 سایت هسته‌ای اعلام نشده مربوط به فعالیت‌های گذشته ایران را تایید کند. حکومت ایران ابتدا اصالت این اسناد را زیر سوال برد و به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به آنها را نداد. خرداد ماه سال گذشته شورای حکام قطعنامه علیه ایران صادر کرد و در نهایت بازرسان آژانس توانستند از این سایت ها بازدید و نمونه برداری کنند. رافائل گروسی در تازه ترین گزارشش به شورای حکام اعلام کرده جمهوری اسلامی به سوال های آژانس در مورد مواد هسته‌ای یا تجهیزات آلوده به مواد هسته‌ای در 3 محل اعلام نشده و همچنین درباره یک مکان دیگر که در سالهای 2002-2003 در آن اورانیوم طبیعی به صورت ورقه‌های فرزی انبار شده بودند پاسخ نداده است. دولت ایران تأکید کرده که همکاری و تعامل می‌کنه و به سوالات پاسخ میده، ولی تاکنون چنین نکرده. بنابراین امیدوارم که این رویه تغییر کنه، ولی الان که با هم صحبت می‌کنیم هیچ پیشرفت قطعی در هیچ کدام از موارد نداشتیم. در اجلاس پیشین شورای حکام 3 کشور اروپایی عضو توافق هسته‌ای به دنبال تصویب قطعنامه علیه ایران بودند، اما در نهایت از این اقدام خودداری کردند تا مانعی برای گفتگوهای احیای برجام ایجاد نشود.
حالا که به نظر میرسد گفتگوهای احیای برجام به نتیجه مطلوب مذاکره کنندگان نزدیک شده، چنین اقدامی دور از ذهن تر است. دیپلمات‌ها در وین بر این باورند که صدور یک قطعنامه دیگر علیه ایران در شورای حکام تلاش‌های دیپلماتیکی که قرار است روز پنجشنبه در این شهر از سر گرفته شود را با چالش روبرو خواهد کرد. گفتگوهایی که هدفش پایان دادن به نگرانی‌های مهمتری از جمله غنی‌سازی 60% و محدودیت فعالیت‌های نظارتی آژانس در ایران است. نیلوفرپور ابراهیم، ایران اینترنشنال. همکارم احمد صمدی که برای پوشش نشست شورای حکام به وین در اتریش رفته همراه ما هست. احمد، رافائل گروسی امروز در واقع در کنفرانس خبریش ترجیح دادش که صحبتی از بیانیه نکنه، مستقیم رفت به سراغ سوالات خبرنگاران پاسخ داد. چه گفته شد؟ مهمترین اونها چه بود؟ همینطور کامیار، و خب آقای گروسی ترجیح داد که به سوالای خبرنگاران پاسخ بده و خبرنگاران هم سوالات بسیاری رو از اون مطرح کردن که یک بخشش رو در گزارش نیلوفر شنیدیم. اما اونچه که در واقع آقای گروسی به اون اشاره کرد، مهمترین فصلش این بود که در واقع جمهوری اسلامی ایران همکاری نمی‌کنه، فعالیت‌هاش به شدت خطرناک هستش. مثل اون قسمتی که گفت، الان برنامه هسته‌ای ایران پیشرفته و جاه طلبانه هستش و الان داره اورانیوم رو در سطحی غنی‌سازی میکنه که دیگه نزدیک هست به برای استفاده در سلاح هسته‌ای، و این گفت یکی از نگرانی‌های هستش که من همواره بهش اعلام تاکید کردم و اون رو اعلام کردم. و یا در خصوص نامه‌ای که ظاهراً آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای آقای گروسی نوشته و در اونجا اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران آماده همکاری هست، گفت این خیلی خوبه که مقامات جمهوری اسلامی ایران نمیگن که ما همکاری نمی‌کنیم، اما در واقع داشتن حسنیت هم کافی نیست و ما باید در عمل شاهد این باشیم که مقامات ایرانی دارن میخوان با ما همکاری بکنن. او در خصوص گفتگوهای برجام هم گفتش که من به نظر من در گفتگوهای برجام در مسیری حرکت میکنه که تعیین کننده هستش و آژانس هم از اون حمایت میکنه. او گفت ما در وسط این گفتگوها نیستیم، بلکه به عنوان در واقع مشاور و کسی که نظرات فنی میده حضور داریم. در خصوص اینکه آیا این امکان وجود داره که تفاهمی که با جمهوری اسلامی ایران انجام شده برای ادامه بازرسی ها مجددا تمدید بشه، نکته قابل تأملی رو گفت. گفت ما یک در واقع تفاهمی رو انجام دادیم که نه توافقه و هیچ امضایی هم پشتش نیست و فقط یک تصمیمی هستش که گرفته شده و ما در واقع روزهای سختی رو پیش رو داریم و اگر توافقی حاصل نشه خب به مراحل بسیار سختی داریم نزدیک میشیم. در خصوص اورانیوم فلزی هم که گفتش که در یکی از سایت‌ها در واقع گفت اورانیوم طبیعی در قالب دیسک‌های فلزی دیده شده، گفت خب جمهوری اسلامی ایران پاسخ به این نداده. البته اورانیوم فلزی هم میتونه کاربردهای مثبت و هم کاربردهای خطرناک داشته باشه، اما خب ما نمی‌دونیم که جمهوری اسلامی ایران چه مصارفی از این داشته و پاسخی هم تا به این لحظه به سوالات ما نداده. احمد، خیلی کوتاه، میدونیم که گفتگوهای برجامی پنجشنبه از سر گرفته میشه، آیا مشخص هست که گزارش ایران در شورای حکام چه روزی بررسی میشه؟ خب اونطور که اطلاع کسب کردیم قرار هستش که چهارشنبه دستور کار شورای حکام موضوع ایران باشه. اما موضوعی که الان از اون اهمیتش بیشتر این هستش که دیپلمات‌ها گفتن که قرار نیست شورای حکام در خصوص ایران قطعنامه‌ای رو صادر کنه، و این سوالی هم بود که من از آقای گروسی پرسیدم که آیا واقعا اینطور هست و شورای حکام قرار نیستش که قطعنامه‌ای رو صادر کنه، که آقای گروسی گفت ما در واقع وظیفه ما این هستش که گزارش فنی و دقیقی رو به آژانس به شورای حکام بدیم و این شورای حکام هستش که تصمیم میگیره که قطعنامه‌ای رو صادر بکنه یا اینکه بخواد مباحثه بکنه و یا هر تصمیم دیگه‌ای رو بگیره. اما اونچه که مشخص هست و به رسانه‌ها و برخی از دیپلمات‌ها گفتن این هستش که قرار نیستش که قطعنامه‌ای صادر بشه. ممنونم از تو همکارم احمد صمدی از مقابله دفتر آژانس بین‌المللی سازمان انرژی اتمی در وین. شوراهای شهر و روستا نمادی از سیاست موفق اصلاحات در جمهوری اسلامی بود و
هر از چندی به عنوان نشانی از دموکراسی و قدرت مردم در تعیین سرنوشت خود تبلیغ می‌شد. بسیاری بر این باور بودند که شاید رقابت‌های قومی و فامیلی مرسوم در این بخش بتواند شوری به تنور سرد و خاموش انتخابات ریاست جمهوری بدمد، اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که در این بخش هم خبری از شور نیست. حالا رئیس هیئت مرکزی نظارت بر این انتخابات می‌گوید در برخی از روستاها حتی کسی ثبت نام نکرده و در برخی از شهرها نامزدها به حد نصاب نرسیدند. حاصل فساد گسترده در شوراها و شهرداری‌ها، نفوذ بالای سپاه پاسداران در قبضه پروژه‌های عمرانی و بی‌قدرت بودن شورانه‌ها در حل مشکلات مردم، حالا خود را در شکستی دیگر برای اصلاحات در جمهوری اسلامی نمایان کرده است. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد. سوگند می‌خورند که هوای شهر و روستایشان را داشته باشند، اما هوای دیگری در سر دارند. اعضای شوراهای شهر و روستا، نهادی که در دو دهه اخیر به یکی از پرحاشیه‌ترین‌ها تبدیل شده، روندی که در شورای پنجم هم با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد. اینجا اهواز است. درگیری سردار علی ناصری و حجت الاسلام کاظم سواری، دو عضو شورای شهر اهواز. شهری که از مشکلات متعددی رنج می‌برد، یکی از مهمترین هایش مشکل فاضلاب، همان شهری که تعداد زیادی از مدیران و کارکنان شهرداریش به اتهام فساد دستگیر شدند. اینجا شورای شهر ساری است. هر نه عضو این شورا که به ظاهر برای حل مشکلات شهر هنجه می‌دارند به اتهام فساد مالی دستگیر شدند و این شورا منحل شد. 40 کیلومتر آنسوتر 5 عضو شورای شهر بابل شهریور سال 97 بازداشت شدند به اتهام شرکت در یک سکس گروهی، تله‌ای که یک عضو برای بقیه گذاشته بود، موضوعی که امام جمعه بابل فاش کرد. هرچند زن این داستان مدعی است، امام جمعه هم از او درخواست کاراته بازی کرده. زنگ زد گفتش که یا باید با من کاراته بازی کنی یا با یه خود از این پولا به من بدی. من گفتم نه کاراته بازی میکنم نه پول میدم. گفتش میرم آبرو میبرم. گفتم برو آبرو ببر. فساد مالی و اخلاقی در شوراهای شهر و روسا در هر دوره گسترده تر شده. در این دوره بیش از 110 عضو شورا خلع و 75 عضو دستگیر شدند و 11 شورا هم منحل شده. این در حالی است که سختگیری در تایید صلاحیت‌ها باعث شده نیروهای کارآمد راهی به شوراها نیابند. وقتی فرایند تایید صلاحیت چنین معیارهایی دارد. تو این توییتی که حالا میزنن و این حرفا که حالا منم ندارم و خیلی هم بلند نیستم، ولی مثلا اینی که آقا با سگ عکس میگیره، تبلیغ سگ میکنه، این چه پایبندی به اسلام داره؟ اطلاعات سپاه یکی از مراجعی است که درباره صلاحیت افراد برای شرکت در انتخابات نظر میدهد. در حالی که سپاه پاسداران هر روز بیش از پیش اقتصاد ایران را تسخیر میکند، این نهاد از قدرت خود برای چنگ اندازی به پروژه های شهری بهره میبرد. برای مثال بازداشت بی سر و صدا و یک روزه رئیس شورای شهر رشت منجر به آن شد که او با میدانداری در جلسات شورا پای قرارگاه خاتم الانبیا را به پروژه های شهری باز کند. قرارگاه خاتم در 4 سال اخیر با تمام توان وارد شهرداری ها شده، از اردبیل در شمال ایران گرفته تا اهواز در جنوب. به لطف شوراهایی که اعضایشان به خیال تضمین تایید صلاحیتشان برای سپاه فش قرمز پهن کردند و حالا اکثر همان اعضا رد صلاحیت شدند. عرض می‌کنم بیشترین دلیل رد صلاحیت‌ها حداقل در استان تهران، در کشور هم، من دیروز از دوستان در واقع هیئت مرکزی آمارشون که می‌گرفتم بیشتر در واقع همین بحث اقتصادی و دلایل مالی هست. شوراهای شهر و روستا که قرار بود بر کار شهرداری نظارت کنند، حالا خود بخشی از فساد در شهرداری‌ها شدند. اینجا شورای پنجم تهران است. میراثدار شهرداری دوران قالیباف با فسادی 13 هزار میلیارد تومانی که تهران را عملاً فلج کرده. در دوره‌های اخیر با هدف رونق بخشیدن به انتخابات ریاست جمهوری، این انتخابات و انتخابات شوراهای شهر و روستا همزمان برگزار شده.
اما حالا فساد مالی گسترده و رد صلاحیت‌های عموماً سیاسی کار را به جایی رسانده که به گفته رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در 8 شهر تعداد ثبت نام کنندگان از تعداد کرسی‌های شورا کمتر است. شوراهای شهر و روستا در جمهوری اسلامی اولین بار در سال 78 تشکیل شد. در روزهایی که کرباسچی شهردار وقت تهران که چهره شهر را پس از جنگ دگرگون کرده بود محاکمه می‌شد. محاکمه جنجالی که به عرصه زور آزمایی حاکمیت با دولت خاتمی تبدیل شد. از آن روز تا حالا شوراهای شهر و روستا نه تنها باری از روی دوش شهرداری‌ها برنداشتند، بلکه عمدتاً به بازیگر جدیدی در بازی فساد تبدیل شدند. همه ایران متعلق به همه ایرانیانه و امیدوارم که جوری شکست ایده محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران در نظامی که در آن همه چیز در خدمت فساد درآمده. مجتبی پور محسن، ایران اینترنشنال. محسن سازگارا، تحلیلگر امور سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار از واشنگتن همراه ما هستند. آقای سازگارا، اگر ارتباط ما با شما برقرار باشه که هست، در سالهای گذشته انتخابات شورای شهر و روستا در واقع به نوعی موجب رونق انتخابات ریاست جمهوری یا دیگر انتخاباتی میشدش که همزمان با اون برگزار میشد، اما نظرسنجی امسال نشون میده خبری از این موضوع نیست و خود انتخابات شورا حتی همونطور که در گزارش هم دیدیم در بعضی از روستا حتی کسی نرفته ثبت نام بکنه. علت رو در چه میدونید؟ بله درسته، واقعا حکومت تصورش این بود که اگر انتخابات بیرونق ریاست جمهوری رو با شوراها عجین کنه، دست کم در شهرهای کوچیک و روستاها ممکن است که مردم به دلیل شوراها که رقابت‌های فامیلی و خانوادگی و غیره هست پای صندوق برن درصدی، و همطور که گفتید نظرسنجی نشون میده که همچین چیزی نیست. ضمن اینکه وزارت کشور هم اعتراف میکنه که اقبالی نیست حتی برای کاندیدا شدن. چرا به اینجا رسیده؟ به نظر من چند علت داره. علت اول اینکه شوراها به شدت ناکارآمد و فاسد شدن، دکونی شدن برای اینکه یک عده برن بارشون رو ببندن، و این ماجرا با دخالت ارگان‌های مثل سپاه، بیت رهبری و غیره در شهرهای بزرگ به خصوص که پول زیادی توش هست تشدید شد و در نتیجه از این امامزاده معجزه‌ای در نیامد. یعنی مردم به عمل نگاه میکنن، میبینن شورای رو مثلا رأی میدن، بعد میرن نه فقط مشکلاتشون حل نمیشه بلکه چند مراتب بدتر هم میشه، یه عده دزد هم پیدا میشن که اموال شهر رو هم میدزدن و میبرن. تهران شاید یکی از بهترین نمونه هاش باشه، از عهد احمدی نژاد و قالیباف تا الان که چگونه در واقع چپاول شده. نکته دیگه این که شورای نگهبان که در دوره‌های اول انتخابات شوراهای شهر و روستا تایید صلاحیت نمی کرد، اینجا هم وارد گوت شده و داره که قشنگ مثل انتخابات مجلس یا همین ریاست جمهوری گزینش میکنه، چینش میکنه، تصفیه میکنه و آدمایی رو میگذاره که خب طبیعتاً نماینده مردم اون منطقه نمیتونن باشن. بنابراین مردم احساس میکنن اینجا هم دلیلی نداره رأی بدن. و نکته آخری این که موجی که به شکل نه به جمهوری اسلامی و رأی بی رأی جامعه ما رو گرفته و بسیاری از فرهیختگان و فعالین کشور، نخبگان مملکت در سطوح مختلف از مردم خواستند که حتی برای شورای شهر و روستا هم پای صندوق نرند، که این ندیده بشه و ببینن جمهوری اسلامی که مردم قهرن باهاش و رأی نمیدن مؤثر واقع شده و میبینیم که رأی ندادن به بالای 76% 80% رسیده. بنابراین جو عمومی جامعه و تصمیم مردم برای نشون دادن مخالفتشون با نظام جمهوری اسلامی از طریق بایکوت کردن صندوق‌های فرمایشی هم دلیل سومی است که میشه ذکر کرد.
محسن سازگارا، ممنون از همراهی شما با برنامه امروز. ممنون از شما. نزدیک به 100 رهبر سابق از کشورهای مختلف جهان در نامه‌ای به سران گروه 7 خواستار نقش پررنگ‌تر کشورهای صدرمند جهان در مقابله با شیوع کرونا و تأمین مالی واکسن برای آن شدند. در آستانه اولین نشست حضوری سران 7 کشور صنعتی جهان بعد از آغاز همه‌گیری کرونا، برآورد شده که برای واکسیناسیون تمام جهان در 2 سال آینده به 30 میلیارد دلار بودجه سالانه نیاز است. بسیاری همچون گوردون براون، نخست وزیر سابق بریتانیا، بر این باورند این پول صدقه به کشورهای کم برخوردار نیست، بلکه هزینه است برای دفاع از خود این کشورها. تاجدین سروش در گزارش خود نگاهی دارد به همین موضوع. کارناوال، شهرستان آرامی در جنوب غربی بریتانیا، تا 4 روز دیگر میزبان رهبران 7 کشور صنعتی بزرگ جهان است. مقابله با همگیری کرونا در صدر برنامه‌های این نشست است. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا که میزبانی این نشست را به عهده دارد، گفته از سران کشورهای آمریکا، ایتالیا، فرانسه، کانادا، آلمان و ژاپن خواهد خواست تا پایان سال 2022 میلادی تمامی جهان را واکسینه کنند. کاری دشوار اما امکان پذیر. واکسینه کردن جهان تا 2 سال آینده 60 میلیارد دلار نیاز دارد. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده کشورهای صنعتی جهان در سال 2021 10 میلیارد دلار آن را وعده دادند، اما 20 میلیارد دلار دیگر در این سال نیاز است تا واکسینه کردن جهان سرعت پیدا کند. ما همیشه گفته ایم برای اینکه جهان را واکسن بزنید مدتی طول می کشد، اما برای رهبر بریتانیا و میزبان جی 7 تعیین کردن یک زمان مشخص برای آن خیلی کار عالی است، چرا که حالا مشخص شده که رهبران 7 کشور صنعتی جهان تا آخر هفته دیدار می کنند و آنها باید از الان فکر کنند که تا پایان سال 2022 باید همه واکسن دریافت کنند و این همه چیز را عوض خواهد کرد. مردم شروع می کنند به حرف زدن با همدیگر اینکه چطور این تحفه عالی واکسن که در دسترس قرار گرفته را استفاده کنیم. همچنین تا جایی که ممکن است به جای تمرکز روی منافع کشورها جهان را کمک کنیم تا با همه‌گیری مقابله کند. با نزدیک شدن نشست 7 کشور بزرگ دموکراسی جهان، درخواست کمک از آنها هم بیشتر شده. در تازه ترین مورد، رهبران پیشینی بیش از 100 کشور جهان در نامه‌ای از این رهبران خواستند برای مقابله با کرونا باید تا 2 سال آینده 60 میلیارد دلار هزینه کنند. آنها گفتند کشورهای صنعتی جهان نباید این پول را صدقه حساب کنند، بلکه مسئولیت خود بدانند و کشور خود را از شر ویروس نجات دهند. جو بایدن که اولین بار است به عنوان رئیس جمهوری آمریکا با سران 6 کشور صنعتی جهان دیدار می کند. آمریکا وعده داده 80 میلیون دوز واکسن به کشورهای فقیر کمک کند. آمارها نشان می‌دهد تا حال 2 میلیارد دوز واکسن در بیش از 190 کشور جهان تزریق شده. این رقم نسبت به جمعیت 8 میلیاردی زمین اندک است. اسرائیل، کانادا و بریتانیا با واکسینه کردن بیش از 60% جمعیتشان در صدر قرار دارند. و در مقابل کشورهای کم درآمد مانند کامرون، مالی و ایران کمتر از 1% جمعیتشان را واکسینه کردند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اگر واکسینه کردن کشورها این گونه به پیش برود، کشورهای فقیر شاید تا 5 سال دیگر نتوانند تمامی جمعیت کشورشان را واکسینه کنند. مشکلی که سایه‌اش روی کشورهای ثروتمند هم خواهد افتید. تاجدین سروش، ایران انترنشنال. ماهان غفاری، محقق همه‌گیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه اکسفورد همراه ما هستن. آقای غفاری خوش آمدید. ابتدا یه نگاهی به وضعیت واکسیناسیون در جهان داشته باشیم. همونطور که در گزارش همکارم هم شنیدید، بعضی از کشورها خیلی پیشرفت کردن، بعضی اصلا پیشرفتی نداشتن. در کل وضعیت واکسیناسیون رو شما چطور می‌بینید؟ دقیقاً گزارش خیلی خوبی بود به نظرم. نکته‌ای که به نظر خیلی مطرح هست و بولد و بزرگ شده همینه که ما الان داریم روزانه تقریباً چیز نزدیک به 19 میلیون دوز واکسن رو تزریق می‌کنیم، اما بیشتر این دوز واکسن تزریقی عملاً متمرکز شده فقط روی چندین کشور خاص
عمده این سهم رو بازی میکنن. اگر ما در یک دنیای ایدئال همه این دوزهای واکسن رو میتونستیم در سراسر دنیا پخش بکنیم، ظرف کمتر از 39 روز میتونستیم کل جمعیت آسیب پذیر دنیا رو واکسینه بکنیم. این به شما نشون میده که چقدر این شکاف عملا وسیع و بزرگ هست. فراموش نکنید ما در سال 2021 هستیم، در حالی که کرونا در بسیاری کشورها به خاطر نشر و شیوع این گونه های جدید خیلی فراگیر هست و الان من آخرین آمار رو که میدیدم بیش از 3.7 میلیون نفر به صورت رسمی جون خودشون رو به خاطر این بیماری از دست دادن و ما خیلی زود به مرز 4 میلیون، مرز ترسناک و ناراحت کننده 4 میلیون میرسیم که عملا در همین چند ماهه 2021 معادل همون تعداد فوتی که در کل 2020 رخ داد رو داریم عملا تجربه میکنیم که واقعا نشون دهنده اوج این بحران هست. خب آقای غفاری، یک سوال دیگه که این وسط مطرح هست این که اگر کشورهای ثروتمند جهان همونطور که حالا در گزارش هم اشاره شده دست به جیب نشن به قولی و نخوان کمک بکنن برای تهیه واکسن برای کشورهای دیگر، امکان این رو دارن که بخوان خودشون رو محافظت بکنن در مقابل شیوع دوباره و یا به قول معروف جهش های ویروسی؟ دقیقاً، خیلی مسئله خوبی. حالا سوال شعاری که در واقع سازمان‌های بهداشت جهانی و سازمان‌های دیگر بین‌المللی دارن همین هستش که ما تا وقتی که کل جمعیت رو واکسن نکنیم هیچ کدوم از ما امن نخواهیم بود و شاید مصداق یا بهترین مصداقش اخیراً همین گونه دلتا بود که در واقع مبدا شروعش رو در هند دیدیم و وقتی که الان خب به بریتانیای اومده که حتی جمعیت قابل ملاحظه‌ای رو واکسینه کرده، ما می‌دونیم حتی افرادی که تنها یک دوز از این واکسن هایی که در بریتانیا هست رو میگیرن باز هم شانس قابل ملاحظه‌ای دارن که به این گونه بیمار بشن. پس این به شما نشون میده که ما هنوز واقعا خلاص نشدیم، به این راحتی نمیشه خلاص شد از این موضوع تا وقتی که ما به صورت جهانی این موضوع رو حل نکنیم. اشاره کردید به کشورهای همین جی 7، گروه جی 7. این کشورها در واقع تا حالا شاید چیزی نزدیک 520 میلیون دوز واکسن رو توزیع کردن در جمعیت 600 خورده میلیون نفریشون. من فقط برای اینکه باز مقایسه بکنم، کشور قاره آفریقا در واقع با حدود دو برابر جمعیت تنها تونسته چیزی نزدیک به 34 میلیون دوز واکسن دریافت بکنه و خب این نشون میده که نقش این کشورهایی که در واقع واکسن دارن میتونه خیلی بسزا باشه. تو گزارشتون گفتید آمریکا تنها قول داده وعده داده 80 میلیون دوز بذاره، حتی ایتالیا من میدونم که اون هم وعده 15 میلیونی داده، اما این بسیار دور هست از اون چه که مورد نیاز ما. میدونیم همین 7 کشور در واقع قابلیت این رو دارن که تا 1 میلیارد دوز واکسن اضافی رو در واقع در سطح جامعه پخش بکنن و این میتونه این نشست و راه حلی که ارائه بشه نقش مهمی رو داشته باشه برای توزیع عادلانه واکسن. مهان غفاری، ممنون از همراهی شما. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. بازماندگان قتل عام صربلیسا میگویند به اجرای عدالت در دادگاه جنایت جنگی راتکو ملادیچ، فرمانده نظامی سابق سربهای بوسنی، امیدوارند. ملادیچ به قصاب بوسنی شهرت دارد و حالا در مقابل دادگاه سازمان ملل متحد به اتهام جنایت علیه بشریت و نسل کشی محکوم شده است. رأی نهایی این پرونده فردا سه‌شنبه صادر خواهد شد. در جریان قتل عام صربلیسا نزدیک به 8000 نفر کشته شدند که جسد 2000 نفر از آنها هنوز پیدا نشده است. تصادف دو قطار مسافربری در پاکستان منجر به مرگ دست کم 40 نفر و مجروح شدن 10 نفر دیگر شد. خروج یکی از قطارها از مسیر خود دلیل اولیه این تصادف اعلام شد، اما مقامات پلیس میگویند تحقیقات برای علت خروج قطار از ریل را همچنان بررسی خواهند کرد. نزدیک به 1100 نفر مسافر این دو قطار بودند و همچنان برخی از آنها میان بقایای دو قطار گرفتار شدند. هدیه کوچکی از فرانسوی‌ها برای روز استقلال آمریکا. نمونه ای کوچک
از مجسمه آزادی، البته با تمام ظرافت‌های مجسمه اصلی. این مجسمه برنزی که حدود 3 متر ارتفاع دارد همزمان با 4 ژوئیه روز استقلال آمریکا به جزیره الیس میرسد و بعد به باغ‌های سفارت فرانسه در واشنگتن منتقل می‌شود، جایی که همزمان با جشن‌های روز باستیل رونمایی می‌شود و برای یک دهه در آنجا ماندگار خواهد شد. رفتگی زیر پارکینگ یک بیمارستان در اورشلیم موجب خساراتی به اتومبیل‌ها شد. این حادثه صدمه‌ای به فردی نزد، اما هنوز علت آن مشخص نشده است. نخستین سفر خارجی رؤسای جمهور آمریکا و معاونانش بعد از انتخاب همیشه حامل پیام مهمی است. کاملا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در اولین مأموریت خارجش به گواتمالا رفته، آن هم برای کنترل و ساماندهی ورود مهاجران از آمریکای جنوبی و مرکزی به آمریکا. پیامی روشن برای نمایش اهمیت موضوع پناهندگان. از شروع ریاست جمهوری بایدن تا کنون شمار پناهجویانی که در مرز آمریکا بازداشت شدند به بالاترین تعداد در 20 سال گذشته رسیده. پدیده مهاجرت به آمریکا محدود نشد و همچنان در نقاط مختلف جهان موضوع داغ روی میز بسیاری از دولت‌هاست. یوسف عباس‌زاده نگاهی انداخته به این تحولات و چگونگی وضعیت پناهجویان در چند نقطه از جهان. مأموریت کاملا هاریس، معاون جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در گواتمالا. کنترل سیر سعودی مهاجرت به آمریکا. مهاجرانی عمدتاً از السالوادور، گواتمالا و هندوراس که با مرزهای بسته مواجهند. مگر اینکه از قانون اعلام پناهندگی از خارج خاک آمریکا تبعیت کنند. مثل این پناهجویان که در مکزیک منتظر رسیدگی به پرونده‌شان مانده بودند و حالا با دریافت اقامت و با استقبال رسمی وارد آمریکا می شوند. اما اینجا در مرز مراکش با اسپانیا از استقبال خبری نیست. پناهجویانی که 2 هفته پیش این شکلی خود را به خاک اسپانیا رسانده بودند حالا اجباراً به مراکش بازگردانده می شوند. همزمان این کشتی متعلق به یک نهاد خیریه 450 مهاجر را از غرق شدن در آب‌های مدیترانه نجات داده. اما آنان که به اروپا رسیده اند هم وضعیت چندان مناسبی ندارند. مانند این پناهجویان در بلژیک که به دلیل نداشتن اقامت برای سالها 5 ماه است در این کلیسا در بروکسل تحصن کرده و 12 روز اخیر را در اعتصاب غذا هستند. ما دیگه مرده ایم، زنده نیستیم. مثل همه کار میکنیم، اجاره خونه و هزینه ها رو پرداخت میکنیم، اما کارت اقامت و زندگی عادی نداریم. برای همین اعتصاب قضا کردیم، اعتصابی که بسیاری از آنان را به بیمارستان کشانده. و در فرانسه پلیس به یکی از کمپ های پناهجویان در جنگل رفته تا به آنان کمک کنند چگونه سلامت خود و محیط زیست را حفظ کنند. رویای این پناهجویان رسیدن به بریتانیا است. اما در گوشه دیگر از جهان این پناهجویان از اقلیت مسلمان روهینگیا بدون هیچ کمکی پس از یک سفر 1 ماهه خود را به اندونزی رسانده اند. خسته و کوفته منتظر در آغوش گرفتن آینده ای مبهم. آینده ای که بسیاری از پناهجویان هرگز ندیدند. مانند آرتین، کودک 15 ماهه کرد ایرانی که آبان سال گذشته همراه با 4 عضو دیگر خانواده اش در آبهای میان فرانسه و بریتانیا غرق شدند. دوشنبه 17 خرداد پلیس نروژ اعلام کرد جسد کودکی که اوایل زمستان 99 در سواحل نروژ پیدا شده بود متعلق به آرتین است. داستانهای تراژیک که برخی اوقات به بهانه ای برای دولتهای کشورهای مقصد مانند آمریکا برای کنترل سخت گیرانه تر مرزهایشان تبدیل می شوند. یوسف عباس‌زاده، ایران اینترنشنال. 40 سال پیش در چنین روزی 17 خرداد 1368 جنگنده F-16 اسرائیل با اسکورت 6 جنگنده رهگیر F-15
پس از 3100 کیلومتر از جنوب اسرائیل به نزدیکی بغداد رسیدند و 16 تن بمب را بر سر مرکز تحقیقات اتمی عراق ریختند. عملیاتی که اپرا نام داشت و تمام خیالات صدام حسین برای رسیدن به فناوری سلاح هسته‌ای را در چند دقیقه برای همیشه برباد داد. 26 سال بعد هم در عملیاتی که باغ میوه نام گرفت، حمله مشابه آرزوهای حافظ اسد، یک رهبر بعثی دیگر، البته این بار در سوریه، را برای رسیدن به سلاح اتمی نقشه بر آب کرد. اما حالا جمهوری اسلامی در مسیری پیشرفته تر از هر دوی آنها چالشی جدی برای اسرائیل محسوب می شود. اما این سوال مطرح است که آیا اسرائیل بار دیگر توانایی آن را دارد تا با اقدامی نظامی صدی مقابل یک برنامه اتمی باشد؟ بابک اسحاقی به سراغ رونن برگمن، روزنامه‌نگار برجسته نیویورک تایمز رفته و از او درباره احتمال حمله اسرائیل به ایران پرسیده. رونن برگمن، سپاسگزار از اینکه دعوت ما را قبول کردی. بیشتر برامون از حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای عراق بگو. برای بیشتر مردم دنیا این حمله یک واقعه تازه بود، چون دنیا همچین چیزی رو تا به حال ندیده بود. همچنین در دنیا هنوز به خطراتی که ایالات متحده و اسرائیل می‌دیدن واقف نبودن. اتفاقا اولین کشوری که به خطر برنامه اتمی عراق پی برد ایران بود. ارتش ایران چندین بار تلاش کرده بود تأسیسات هسته‌ای عراق رو بمباران کنه، اما موفق نشده بودن. باید بدونید که اسرائیل اولین کشوری نبود که به تأسیسات هسته‌ای عراق حمله کرد. باید گفت که پروژه اتمی عراق حتی به گفته فرانسوی‌ها بسیار پیشرفته بود. صدام حسین میتونست با تلاشی نه چندان زیاد به راحتی به بمب اتم برسه. بالاخره دولت اسرائیل تصمیم میگیره که به راکتور اتمی عراق حمله کنه و بعد از آمادگی‌های دقیق و برنامه‌ریزی برای داشتن یک حمله دقیق و نتیجه‌گیری برای اینکه این حمله تا چه حد میتونه جلوی پیشرفت برنامه اتمی عراق رو بگیره، 40 سال پیش هواپیماهای اسرائیلی از فرودگاهی در نزدیکی شبه جزیره سینا در جنوب اسرائیل به هوا برخاستن و به سمت عراق پرواز کردند. ارتش عراق کاملا از این حمله غافلگیر شد. هواپیماها در چند موج حمله همه کوره های اتمی عراق رو بمباران میکنن و به این ترتیب پروژه اتمی عراق کاملا منهدم میشه. چه تفاوت هایی بین سال 1981 حمله به عراق و تهدیدات امروز بنیامین نتانیاهو نسبت به تأسیسات هسته‌ای ایران در 2021 وجود داره؟ ایران از حمله اسرائیل به عراق درس بزرگی گرفت و تأسیسات اتمی خودش رو به جای اینکه مثل عراق در یک جا متمرکز کنه در سر تا سر ایران پخش کرده. یعنی جایی وجود نداره که اگر اسرائیل بهش حمله کنه بتونه تمام پروژه هسته‌ای ایران رو با همون یک حمله نابود کنه. در ضمن ایران راکتور اتمی نداره. البته در بوشهر یک راکتور دارن، اما ربطی به برنامه نظامی اتمی ایران نداره. ایران سانتریفیوژ داره و سانتریفیوژها رو میشه همه جا قرار داد. این سانتریفیوژها عملیات غنی‌سازی رو انجام میدن. ایران بعد از دیدن بمباران کره اتمی عراق در سال 1981 و بعد از اون انهدام تأسیسات هسته‌ای سوریه در سال 2007 متوجه شد که نباید همه تخم مرغ‌هاشو در یک سبد بذاره، چون نیروی هوایی اسرائیل به محض اینکه بفهمه تأسیسات کجاست اونها رو منهدم میکنه. بنابراین ایران به صورت دیگه ای عمل میکنه. چقدر توانایی های اسرائیل برای حمله به ایران میتونه جدی باشه؟ این مسئله یه که بحث زیادی در رابطه با اون در اسرائیل وجود داره. 10 سال پیش و زمانی که اسرائیل به طور جدی در حال آمادگی برای حمله هوایی به پروژه هسته‌ای ایران بود، بحث بر سر این بود که چون این حمله چند سال پروژه اتمی ایران رو به عقب میندازه، چون مشخص بود که نمیشه این برنامه رو به طور کامل منهدم کرد. در اون زمان تخمین زده شد که این حمله برنامه اتمی ایران رو 3 تا 5 سال به عقب میبره. و سوالی که پیش اومد این بود که با توجه به خطرات این حمله آیا چنین عملیاتی ارزشش رو داره یا نه؟ و در نتیجه در کنار این و با فشار ایالات متحده این حمله انجام نشد. در اون زمان فرماندهان ارتش اسرائیل هم به این نتیجه رسیده بودن که بهتر این حمله انجام نشه، چون این امکان رو میدادن که حمله به ایران باعث جنگ بین اسرائیل و حزب الله بشه. سوال آخر، آیا مقامات امنیتی در اسرائیل مانند بنیامین نتانیاهو با توافق برجام مخالفند؟ من فکر میکنم که مقامات امنیتی در اسرائیل بر این باورند که برجام کاملا بد نیست. البته با همه خوبیهاش خطراتی هم داره. این توافق ایرادهای بسیاری داره و ایراد بزرگش در حوزه نظارت و بازرسیه. این مقامات میگن که برجام کاملا بد نیست، اما باید تغییرات بزرگی درش ایجاد بشه. اما در حال حاضر به نظر نمیاد که ایالات متحده بخواد تغییرات چندانی در اون به وجود بیاره.
سه زن جوان و محجبه اهل اندونزی که موسیقی هارد راک و هیوی متال میزنند تا یه این سالها توانستن از صد سنت و مشکلات مختلف عبور کنند و همچنان ساز بزنند و آواز بخونند. حالا کشورشان اندونزی با بدترین بحران ناشی از همگیری کووید 19 در جنوب شرق آسیا روبروست و برگزاری همون کنسرت های کوچک قبلی هم کار آسانی نیست. تو ماجه تاهباز گزارش میدهد. مرزیه، آیشه و ویدی وقتی هنوز مدرسه می رفتن با هم آشنا شدن. هر سه ساکن منطقه سنتی تو جاوه غربی بودن. هر سه مسلمون و محجبه و هر سه با رویایی در سر که گروه هارد راک خودشون رو داشته باشن. از وقتی این سه دختر با هم آشنا شدن سالها می گذره. روزهایی که تو شهر کوچیک گاروت گروه موسیقی خودشون رو راه انداختن با اسم Voice of Bache Prot. اعضای Voice of Bache Prot با همه مشکلای ریز و درشت سازشون رو کوک کردن. سازی که بچه مدرسه های شهرهای کوچیک و روستاهای جاوه رو به بزم و رقص می آورد. بعضی ها رو هم نچندان. زنان حتی موقع قرآن خواندن هم باید صدایشون رو کنترل کنند، آواز خوندن که بماند. تازه صدای خواننده زن در موسیقی هوی متال بلندتر از بقیه انواع موسیقی است. واقعا جایز نیست. Voice of Bache Prot حالا 6 سالش شده و باید این روزها با یه مشکل دیگه هم کنار بیاد. اندونزی شدیداً درگیر بحران کرونا است و طبیعتاً کنسرت گذاشتن کار آسونی نیست. با این حال مرزیه، آیشه و ویدی خیلی هم در بند غم و غصه هاشون نیستن. موسیقی برای من و دخترای دیگه مثل یه روایته، جایی که میشه شاد بود و شادی رو با بقیه قسمت کرد. اگه موسیقی ما برای کسی پیامی داشته باشه چه عالی، اما ما دنبال پیام دادن به ملت نیستیم. دخترای جاوه‌ای حالا یه کمی مشهورتر از قبل شدن. البته هنوز همون ظاهر و پوشش قبلی خودشون رو حفظ کردن. حالا اونا میخوان صدای ساز و آوازشون رو به جشنواره‌های جهانی برسونن و شاید روزی با گروه‌های معروف دیگه هم آواز بشن. هر سه اما میگن همچنان از زنان زادگاهشون تو سرزمین‌های سبز و باشکوه جاوه است که الهام میگیرن. توماج تاهباز، ایران اینترنشنال، سئول. این بود امروز. تا روزی دیگر و امروزی دیگر. بدرود.